مصر ششمین و آخرین عربه, مت... عربه, متعلق به توتنخامون نوزدهمین فرعون مصر از دودمان هجدهم را به موزه در حال تاسیس در کنار اهرام سلاسه منتقل کرد توتنخامون در سالهای 1327 تا 1333 پیش از میلاد مسیح بر مصر باستان فرمان می میکرد گزارش بابک راد این عربه که به واقع در زمره ینجینه های دستازی است که نمیتوان بر آن قیمت گذاشت پیش از انتقال به محل جدید خود در کنار اهرام سلاسه در جیزه پس از حدود 700 سال بار دیگر با اسکورت پلیس ارتش در خیابان‌های قاهره به گردش درآمد تا چرخهایش برای همیشه در گوشه‌ای آرام بگیرد. این عرب ششمین وسیله نقلیه توت انخ آمون فرعون جوان و جنجال برانگیز مصر باستان است که به موزه در حال تاسیس در جیزه منتقل شده است این عرب از بیش از سی سال پیش در موزه ملی نظامی مصر نگهداری میشد و یکی از مهمترین جلوه های آن به شمار می رفت در حال حاضر بیش از 4500 قطع اثر از دوران فرمانروایی توت انخ آمون در موزه عالی مصر وجود دارد ما امروز ششمین و آخرین عرابه توتنخامون را که از 1987 در موزه ارتش بود به موزه عالی مصر منتقل کردیم خیلی دوست داشتیم که میتونستیم حرکت کردن این اثر و روش حرفه‌ای پیاده و سوار کردن آن را توسط همکارانمان در موزه ارتش به شما نشان بدهیم موزه عالی مصر با نزدیک به 650 متر مربع به نگهداری و حفظ هزاران اثر به جامانده از دوران دودمان های مصر باستان اختصاص دارد. انتقال این عراب نور تازهی بر ابهامات مربوط به چگونگی مرگ توت انخ آمون گشود. زاهی هاواس، باستانشناس و وزیر سابق وزارت آثار باستانی مصر میگوید از طریق آزمایش دی موفق شدند دریابند که مرگ توت انخ آمون در اثر قتل نبوده است. توت انخ آمون که کشف مومیای او در سال 1922 در اقصور از کشفیات مهم قرن 21 به شمار می رود در خردسالی به پادشاهی رسید و در 19 سالگی درگذشت. بابک راد صدای آمریکا.